به نام خدا. سلام، توی این ویدیو میخوام یه ارائه در رابطه با مقاله جیوتو خدمتون بدم. توی این بخش تیبل آف کانتنت ارائه رو مشاهده میکنید. ما در ابتدا توضیح میدیم که جیوتو از کجا میاد و بعد راجع به صحبت میکنیم که جیوتو راجع به چی صحبت میکنه، چه مزایایی برای ما داره، تا قبل از جیوتو چطور بود، بعد از جیوتو چه اتفاقی میفته و الیمنت های جیوتو رو یک اوورویو کلی میدیم و بعد از اونم یک دسکریپشن اینفورمالی از زبان جیوتو خواهیم داشت که این حالا بحثی هستش که توی این ارائه خواهیم داشت. توی یه پارت دومی هم میشه راجع به مباحث سمانتیکس و سینتکس فرمال جیوتو صحبت کرد. خب در ابتدا جیوتو توسط این سه دانشمند ساخته شد در یک مقاله به اسم جیوتو A Time Triggered Language for Embedded Programming سال 2001 و تا سال 2003-2004 هم همین سه نفر روی این جیوتو کار کردن و مقالاتی رو دادن که حالا برای اینکه بتونید بهش دسترسی داشته باشید روی این جیوتو هومپیج اگر کلیک بکنید وبسایتش رو میاره، در بخش پیپر مقالاتش هست و در بخش دانلود هم میتونید JDK یا جیوتو دیولپمنت کیت رو دانلود بکنید که کامپایلر جیوتو هستش. اما میپرازیم به اینکه خود جیوتو در رابطه با چی میخواد برای ما صحبت بکنه. جیوتو یک مدل ابسترکت برای پروگرامرهاست که بتونن سیستم های کنترلی امبدد رو که دارای یک سری از کانسترنت های ریل تایم هست پیاده بکنن. حالا سوالی که مطرح میشه این هستش که یک سیستم کنترلی یا یک کنترل اپلیکیشن معمولا از چه چیزایی تشکیل شده یا ما به چی میگیم یک کنترل اپلیکیشن. یه سیستم کنترل دارای یک سری تسک های سافتوری هست که اینا به صورت پریودیک اجرا میشن و همراه با اینها یک لاجیک مود سویچینگ اصطلاحاً داریم که میتونیم به واسطه این لاجیک یک سری از تسک ها رو اینیبل یا دیزیبل بکنیم اجرا شدنشون رو. و خب میتونیم پس کنترل اپلیکیشن رو به این صورت تعریف کنیم. اما علاوه بر اینها میتونیم جیوتو رو یک اسپسیفیکیشن لنگویج هم ببینیم. جیوتو میتونه تمام رفتارهای سیستم که دارای خاصیت تایم تریگرد هستن، مثلا خوندن یک سنسور یا صدا زدن یک تسک یا آپدیت شدن یک اکچوئیتر یا حتی سویچ شدن یک مود رو توصیف بکنه. و جالبه که این مود سویچینگ که البته حالا ما جلوتر مفصل راجع به مود صحبت میکنیم، این که توی کانسپت ما چی تعریف میشه این کلمه مود و ما به چی میگیم مود جلوتر خیلی واضح تر میشه برامون، ولی خب این مود سویچینگی که جیوتو توصیف میکنه فارغ از پیاده سازیش روی یک پلتفرمه و ابسترکت بهش نگاه میکنه و این خب یکی از مزایاشه که حالا جلوترم به اون هم اشاره میکنیم. اما جیوتو علاوه بر همه اینها میتونه کانسترینت های یک پلتفرم رو هم اسپسیفای بکنه. به طور مثال ما میخوایم مشخص بکنیم که تسک هامون به چه هستی مپ بشه. من یک تسک دارم میخوام به یک CPU اساینش بکنم، این رو میتونیم به واسطه یک سری انوتیشن اصطلاحاً توی جیوتو تعریف کنیم. یا از دیگر به نوعی پلتفرم کانسترینت هایی که جیوتو میتونه اسپسیفای بکنه تسک اسکجول ها یا کامیونیکیشن اسکجول ها هستن. این انوتیشن ها هم به صورت دایرکتیو روی جیوتو کامپایلر تعریف میشه، یعنی قرار نیستش که فانکشنالیتی یا تایمینگ اون جیوتو پروگرامی که ما می نویسیم رو تغییر بدن و صرفا قراره که به کامپایلر کمک بکنن برای اینکه سمانتیکس برنامه ما رو بتونه بهتر متوجه بشه. جیوتو یکی از محاسنی که برای ما به ارمغان میاره اینه که کانسرن های پلتفرم ایندیپندنت نسبت به کانسرن های پلتفرم دیپندنت از هم جدا میشن و جدا در نظر گرفته میشن و این باعث میشه که ما فلکسیبیلیتی بهتری نسبت به انتخاب پلتفرم برای اون کنترل سیستممون داشته باشیم. حالا این تعریف پلتفرم رو هم جلوتر بهش میرسیم که توی کانتکست ما با به چی میگیم پلتفرم. و علاوه بر این
توی اتوماسیون یه قدرتی به ما میده برای اینکه بتونیم ولیدیشن و سنتز کردن این کنترل سافتور رو به نوعی بتونیم بهش اتوماسیون بیشتری بدیم، و اینا همه ناشی از جدا بودن اون کانسرن های پلتفرم ایندیپندنت از پلتفرم دیپندنت هاست، که حالا جلوتر هم اینو باز خیلی واضح‌تر میفهمیم ما منظورمون از پلتفرم ایندیپندنت و پلتفرم دیپندنت چیه زمانی که اون دیزاین فلو جیوتو رو بگیم، اونجا خواهید دید. در ادامه میتونیم به این اشاره بکنیم که جیوتو به خاطر اینکه خاصیت تایم تریگر داره میتونه یک سری از چیزهایی رو به ما بده، مثل تایم پردیکتابیلیتی، یعنی ما میتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا این سیستم ما از نظر اون تایم کانستنت رو میتونه ساتیسفای بکنه یا نه، و از این رو جیوتو رو مناسب میکنه برای که ما بتونیم توی سیستمایی که به اصطلاح سیفتی کریتیکال هستن ازشون استفاده بکنیم. و چون بنابراین کاربرد جیوتو توی ریل سیستمای ریل تایم یا هارد ریل تایم اصطلاحاً بهتر بگیم هستش، به خصوص سیستمایی که خاصیت تایم پریودیک یا مالتی مودل بیهیویر دارن، ما میتونیم جیوتو رو توی صنایعی مثل اتوموتیو، هوافضا و حالا مانیفکتچرینگ کنترل هم استفاده بکنیم. تو خود مقاله‌ای که بنده ازش وام گرفتم برای این ارائه راجع به یک مثال هوافضا صحبت شده، که حالا به خاطر اینکه ارائه خیلی طولانی نشه بنده اون بخش رو اسکیپ کردم و راجبش صحبتی نمی کنم، ولی خب توی مقاله هست و در صورتی که علاقه من بودید میتونید اون بخش رو هم بخونید. خب حالا میخواییم وارد این بشیم که حالا جیوتو چی هست، و منتها قبل از اون نیاز هستش که بدونیم که یک کنترل، یه سیستم کنترلی به چه صورت ساخته میشه، به صورت خیلی کوتاه البته، و حالا اول حالت ترادیشنالش رو بررسی میکنیم و سپس بررسی میکنیم که با اومدن جیوتو چه تغییری میتونیم توی اون دیزاین فلو کنترل سیستم بدیم. خب ببینید موقعی که ما بخوایم راجع به اپروچ ترادیشنال کنترل دیزاین صحبت بکنیم، اولا این دیزاین توی یک لولی از ابستراکشن که خیلی ریاضیاتیک بود رخ میداد. معمولا یه فردی که کنترل انجینیر بود وظیفش این بود که بیاد با استفاده از حالا دستکاری کردن یه سری معادلات، کار کردن روی یه سری معادلات دیفرانسیل و یک لاجیک موسویچینگ که حالا ابزاراتی هم داشت مثل مطلب و ماتریکس، با کمک اینها بتونه یک کنترل سیستم رو دیزاین بکنه. معمولا اون فعالیت هایی که حالا یه کنترل انجینیر انجام میداد این بود که اون رفتار پلنتمون رو مدل بکنه و حالا اون توضیحاتی که داره رو، و بتونه اون کنترل لاهایی که لازم هست برای اون کنترل سیستممون رو هم استخراج بکنه و هم آپتیمایزش بکنه، در نهایت فانکشنالیتیش رو ولیدیشن انجام بده، یعنی بتونه اثبات بکنه که این فانکشنالیتی ولیده، و در ادامه پرفورمنس مدلمون رو حالا به واسطه روش‌هایی مثل آنالیز و شبیه‌سازی بتونه انجام بده و اندازه‌گیری بکنه به عبارتی. پس از اینکه کنترل انجینیر این کار رو انجام میداد و ولیدیت بودن دیزاینش رو مطمئن میشد، برای اینکه بتونیم اینو در قالب یک سافتوری پیادش بکنیم، این دیزاین رو میداد به یک مهندس نرم افزار که حالا اینجا میمد نقش بازی بکنه، و کارش این بود که بیاد یک کدی بنویسه برای یک حالا پلتفرم خاص که کنترل رو بتونه پیاده بکنه به حالت سافتوری. حالا ما اینجا واژه پلتفرم هم استفاده میکنیم، پلتفرم رو تعریف میکنیم. توی کانتکست ما پلتفرم به یک هاردور کانفیگوریشن به همراه یک ریل تایم او اس گفته میشه. حالا اینکه شما چه هاردور کانفیگوریشن انتخاب بکنی یا چه او اس ای، تشکیل دهنده پلتفرم شما میشه. و همونطور هم که خاطرتون هست ما گفتیم جیوتو میاد اون مباحث پلتفرم ایندیپندنت رو از پلتفرم دیپندنت جدا میکنه، که حالا جلوتر میفهمیم که به چه صورت این کار رو انجام میده. اکتیویتی ها یا اون فعالیت هایی که یک سافتور انجینیر به طور کل انجام میداد این بود که میومد اون فعالیت های محاسباتی که لازم بود رو اولا دیکامپوزشون میکرد و اونا رو به یک پریودیک تسک تبدیل میکرد، و این تسک ها رو هر کدومشون رو به یک سی پی یو، یا حالا اگه ما یه دونه سی پی یو داشتیم خب معمولا بعد به همون اساین بشن و حالا با استفاده از اسکیجولینگ خود سی پی یو اجرا بشن، یا اگه چند سی پی یو داشتیم مشخص بشه هر تسکی به چه سی پی یو اساین میشد، و برای تسک ها هم
پرایوریتی در نظر می گرفتیم، تا به این خاطر که ما یه سری ریل تایم کانسترینت داریم به خاطر اون مکانیزم اسکجولینگ و اون پرفورمنس هاردورمون، و برای اینکه بتونیم اون کانسترینت رو میت بکنیم نیازمند این بودیم که به تسکم یه سری پرایوریتی بدیم، و خب این کار رو سافر انجینیر انجام میداد. علاوه بر اینها نیاز بود که اون درجه مناسبی که ما نیاز داریم از فالت تالرنسی و بتونه به واسطه یا لیسی تکنیکا مثل رپلیکیشن و ایرور کارکشن به دست بیاره، که حالا برای اینکه دیگه خیلی هم از بحثمون دور نشیم دیگه حالا نمیپردازیم به تکنیکای رپلیکیشن و ایرور کارکشن. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب این روش یا این رویه یه سری دیس ادوانتیجز داره. ببینید سافر انجینیر برای اینکه بتونه این کارو بکنه از یک حالا پروسس ایتراتیو استفاده میکنه، سه مرحله داره: کد اینتگریشن، تستینگ و اپتیمایزیشن، که خب همونطور که از اسمش پیداست ایتراتیو میتونه بچرخه تو این سه مرحله. منتهی مرتب این اتوماسیون رو لیمیت میکنه، و حالا مثلا نهایت میتونه مثلا یه سری کد جنراتور تول استفاده بکنه برای اینکه مثلا بتونه یکم اتوماسیون استفاده بکنه. نکته دیگه این بود که فقط سافر انجینیر بود که تو مرحله آخر کل اتوریتی ایمپلیمنتیشن این کنترل سیستم رو داشت، و ارتباطاتش با کنترل انجینیر خیلی کم بود، چون چیزی نبود که این وسط اون دوتا رو به هم ارتباط بده که بتونن، یعنی یه چیز مشترکی، یک زبان مشترکی این وسط باشه که کنترل انجینیر با اون سافر انجینیر بتونن با هم تعاملات داشته باشن موقع پیاده سازی، که اگر ایب و ایرادی هست اونجا بتونه رفعش. خب اینا معایب به نوعی این روش بود. اما حالا اگه بخوایم راجع به افتر جیوتو صحبت بکنیم، یعنی حالا با اومدن جیوتو چه اتفاقی میفته توی اون سناریویی که توی اسلاید قبل راجع به صحبت کردیم، این بود که اولا جیوتو میاد یک ابستراکشن اینترمدیت در نظر میگیره. یعنی من موقعی که این مقاله رو میخوندم یکی از چیزهایی که نقطه قوت جیوتو به نظر من اینه که میدونه کجا باید ریالایز بشه و با جزئیات صحبت بکنه و کجا باید از جزئیات صرف نظر بکنه و ابستراکت بشه. برای همینه که یک اینترمدیت لولی از ابستراکشن رو فراهم میکنه. حالا این اینترمدیت لول ما چه به نوعی مزایایی رو به همراه داره؟ چیزی که برای ما به ارمغان میاد این هستش که اولا این اجازه رو میده که سافتور انجینیر بتونه با کنترل انجینیر ارتباط داشته باشه، و دوم بتونیم ایمپلیمنتیشنمون رو به همراه پروپرتی هایی که داره نزدیکتر به اون مدل ریاضی که برای کنترل دیزاین انجام شده نگه داریم و تنظیم بکنیم. به طور خاص اگه بخوایم صحبت بکنیم، جیوتو یه سافر انجینیری یه سافر آرشیتکچری رو از ایمپلیمنتیشن ما به نوعی تعریف میکنه، که توی اون سافر آرشیتکچر فانکشنالیتی و تایمینگ سیستم توصیف میشه، و فانکشنالیتی و تایمینگ اون شرط لازم و کافی برای این هستش که ما ببینیم پیاده سازیمون کانسیستنسی لازم نسبت به اون ماتماتیکال مدل رو داره. و خب این جزء مزایاییه که جیوتو برای ما به ارمغان میاره. اما اگه بخوایم از دیگر ادوانتیج های حالا جیوتو صحبت بکنیم، این هستش که اون سافر آرشیتکچر دیگه دوری میکنه از جزئیات پلتفرمی که حالا به طور خاص ما برای این سیستم در نظر گرفتیم. حالا منظورم از اون جزئیات چیزهایی هست مثل مثلا اون پرفورمنس هاردویر یا مکانیزم های اسکجولینگ، و چون این سافر آرشیتکچر از یک چنین ریالایزیشنی دور میشه، باعث این میشه که سافر انجینیر راحت تر و خیلی اوکی تر با کنترل انجینیر در ارتباط باشه، چون به کنترل انجینیر هیچ ربطی نداره اون مکانیزم اسکجولینگ یا اون هاردویر پرفورمنس ما، و چون این سافر آرشیتکچر جایگاهی برای چنین چیزی در نظر نمیگیره، پس این جیوتو میتونه خیلی مناسب باشه برای اینکه کارو راحت بکنه، برای اینکه سافتور انجینیر با کنترل انجینیر بتونه در تعامل باشه. حالا تو مرحله دوم، تو گام دوم، یا اصطلاحاً به قول مقوله سکند تاسک، اتفاقی که میفته این هستش که خب ما بایستی بپردازیم به ایمپلیمنتیشن برنامه روی یک پلتفرم خاص که توسط سافتور انجینیرینگ بعد انجام بشه، و خب هیچ اینتراکشنی هم نیاز نداره با
کنترل انجینیر داشته باشه. خب ما این کار رو به صورت موثر اومدیم همون اول انجام دادیم و دیکاپلش کردیم از فاز اول، یعنی توی اون سافر آرکیتکچر جایگاهی براش در نظر نگرفتیم و کاملا دیگه میره روشونه خود سافر انجینیر، یعنی اون شخصی که باید این کار رو انجام بده و تازه اون میتونه این کار رو با استفاده از اتوماسیون توسط کامپایلر انجام بده. یعنی اون معضل اتوماسیونی هم که ما قبلا داشتیم خیلی لیمیت بود، اینجا برداشته میشه لیمیتش رو، میتونیم به واسطه اون جیوتو کامپایلر با یه اتوماسیون خیلی بهتری ایمپلیمنتیشن رو روی اون اسپسیفیک پلتفرممون انجام بدیم. کامپایلر جیوتو علاوه بر همه اینا حالا که بحثش اومد، این قضیه رو هم برای ما گارانتی میکنه که فانکشنالیتی و تایمینگ اون سیستمی که دیزاین کرده بودیم پریزرو میشه و به خاطر اون فاز اتوماسیون اونا رو به نوعی چی بهش میگن نقض نمیکنه که حالا ما نیاز باشه بخوایم بریم سمت ایرور پرون ایتریشن و حالا کارهای اپتیمایزیشن و این صحبت ها. پس دیزاین فلو داره تغییر میکنه. ما تو دیزاین فلو قبلی نیاز داشتیم با اپتیمیزیشن و این کارا، منتها اینجا هم اتوماسیون رو انجام میدیم و هم از اونو دوری میکنیم. پس اینا باز میشه از مزایای جیوتو که خب داریم راجعش الان صحبت میکنیم. حالا میپردازیم به این که خب اون دیزاین فلو جیوتو به چه شکل هست. همونطور که توی سمت چپ این اسلاید میبینید یه فاز کنترل دیزاینه که همون پلانت مدلینگ و کنترل و درایویشنه که خب توسط کنترل انجینیر انجام میشه. همون بحث بعدی میشه بحث جیوتو پروگرام که بحث فانکشنالیتی و تایمینگ و پریودیک سافر تسک و موسویچز و این صحبت ها هست که خب اینجا این کار باید توسط سافر انجینیر انجام بشه، ولی به خاطر اون بحثایی که قبلا داشتیم با اینتراکشن با کنترل انجینیر میتونه انجام بشه. و بخش آخر که دیگه میشه بخش پلتفرم دیپندنت ما، میشه کد فور ریل تایم پلتفرم که حالا هاردور مپینگ و اسکیجولینگ اون محاسبات و کامیکیشن همون هستش. پس همونطور که دارید توی این شکل سمت چپ میبینید، جدا بودن اون لاجیکال کانسرن ها، اون کانسرن های پلتفرم ایندیپندنت مثل فانکشنالیتی و تایمینگ از کانسرن های فیزیکال ما یا اون کانسرن هایی که وابسته به پلتفرمه مثل مپینگ و اسکیجولینگ، باعث میشه که جیوتو پروگرام ما بتونه روی هر پلتفرمی به شکل ایندیپندنت کامپایل بشه و اجرا بشه، حتی پلتفرم های هتروجنیس، که خب این باز دوباره از مزایای جیوتو. حالا توی این بخش میخوایم وارد زبان جیوتو بشیم و خیلی نگاه اوورویو داشته باشیم مثلا به المنت های جیوتو و بعد از اون به صورت اینفورمالی ریز میشیم روی اون المنت ها و مثال های رو نمایش میدیم و بیشتر بحث رو جا میندازیم. خب اولین بحث بحث تسکه. ببینید بیسیک ترین فانکشن یونیتی که توی حالا جیوتو وجود داره تسکه، که به صورت پریودیکلی یه قطعه کدی مثل سی رو حالا اجرا میکنه. نکته ای که جیوتو داره اینه که اجرا شدن تسک ها به صورت کانکارنت براش خیلی مهمه و اصلا با این دید میره جلو، به طوری که میاد به تسک هایی که دارن به شکل کانکارنت اجرا میشن میگه یه مود. بنابراین ما میتونیم بعد از تعریف تسک تعریف مود رو داشته باشیم که میگیم که چندین تسک هن که دارن به صورت کانکارنت اجرا میشن و یک مود رو میسازن و حالا ما میتونیم از این مود بیایم یه سری تسک رو حذف بکنیم یا یه سری تسک رو اضافه بکنیم. چطور؟ مود رو عوض میکنیم، یعنی ما با سویچ کردن از یک مود به یک مود دیگه انگار که یک تسک رو کم کردیم یه تسک رو اضافه کردیم. یا به بیان دیگه زمانی که من تو یک مود چند تا تسک دارم که دارم به صورت کانکارنت اجرا میشن، اگر از این تسک ها یه تسک کم بکنم انگار مود رو عوض کردم، یا اگر به این تسک ها یه تسک اضافه بکنم انگار مود رو عوض کردم. و این تعریف مود هستش که ما اینجا راجعش صحبت کردیم. تسک ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و کامیونیکیشن دارن و خب علاوه بر خودشون با سنسورها و اکچوئیتورها هم همین ارتباط و کامیونیکیشن رو دارن. این کامیونیکیشن از طریق یک چیزی به اسم درایور صورت میگیره که یک کده که کاری که انجام میده اینه که ولیو رو بین پورت های یک سنسور با تسک یا پورت های دوتا تسک با همدیگه یا پورت های
یک تسک با یک ارزم به خدمتون اکچویتور این ولیوها رو میگیره کانورت میکنه و انتقال میده. پورت یه تایپ وریبله که حالا باز اونم جلوتر و مفصلتر راجبش صحبت میکنه. یه نکته ای که اینجا دیده شده توسط این تیم و میگم اون جایی که لازم بوده خیلی خوب ریز شدن، اون جایی که هم لازم بوده خیلی خوب ابسترکت نگاه کردن به قضیه اینجاست که یکم ریز شدن، اونم بحث تسک و درایور. چون ببینید نکته ای که وجود داره این هستش که به نظر میرسه که جفتشون یه قطعه کدن، ولی یه بحثی اونجا ما مطرح بکنیم که خب این کدا به هر حال داره اجرا میشه، پس یه تایمی از سی پیو داره استفاده میشه و خب وقتی بحث سی پیو مطرحه، بحث اینتراب مطرح میشه که آقا میتونه وسط اجرا وقفه بیاد و از این صحبت ها. اینجا میخواد خیلی کلیر بکنه بحثو که اجرایی کدی مثل تسک با اجرایی کدی مثل درایور متفاوت. یک تسک برای ما بیانگر این هستش که یه محاسباتی تو سطح اپلیکیشن لول داره انجام میشه، یعنی داره یه تایمی از سی پیو که حالا یه تایم خیلی کم و غیر قابل توجهیه استفاده میشه، مصرف میشه. ولی درایور یه کد حالا باندد شده است که به صورت آنی در سطح سیستم لول اجرا میشه و انوایرومنت نمیتونه اینتراپتش بکنه. حالا اگه بخوایم خیلی دقیق‌تر صحبت بکنیم، مفهوم درایور تو جیوتو داره یک فرضی به اسم سینکرونی اسامشن رو ساتیسفای میکنه. سینکرونی اسامشن، حالا اینجا تو خود مقاله اگه شما برید بخونید به یک کتابی سایتیشن زده که حالا شاید بد نباشه راجع به اونم یه صحبت خیلی کوتاهی داشته باشیم، کتاب آقای هالواتس اگه حالا اسمشون رو درست تلفظ بکنم. ایشون توی اون کتاب یه بحثی رو مطرح میکنه مثل سینتیسیس هایپو بخش سینکرونوس هایپوتسیس، که حالا اینجا ما میگیم سینکرونی از اسامشن، یعنی اسمش رو یکم عوض کردم ولی حالا اونجا سینکرونی هایپوتسیس، که یک فرضه که میگیم که یک برنامه به قدری سریع ریاکشن نشون میده که میتونه تمام اکسترنال ایونت ها رو توی اوردری که داشتن پریزرو بکنه، یعنی اجرای این برنامه منجر به لاس شدن یک اکسترنال ایونت نخواهد شد. و اینجا هم همین حرفو داریم میزنیم، یعنی اون لحظه‌ای که مثلا انقدر سریع این درایور انجام میشه که این اتفاق نمیفته که بگیم تو اجرا شدن مثلا این کد درایور ممکنه یه سیگنالی بیاد که چون سی پی یو تایم درگیر اجرای این بوده پس اون ایونت لاس بشه. نه، این انقدر سریع اجرا میشه که هیچ ایونتی ابین ادس نمیره، که ما به این میگیم سینکرونی اسامشن، که حالا توی اون کتابم هست و اثبات شده و که حالا ما دیگه خیلی نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. ولی حالا شما جلوتر هم میبینید که موقعی که میگیم یک درایور اجرا میشه میگیم لاجیکلی زیرو تایم اجرا میشه و هیچ زمانی انگار صرف اجرا شدن این کد درایور نمیکنه. این اون چیزی بود که اینجا حالا توی این مقاله راجعش اشاره شده و بهش پرداختن. نکته دیگه که وجود داره این هستش که اون رفتارهایی که توی سیستم مراجعشون صحبت کردیم مثل اینووکیشن تسک‌ها به صورت پریودیک، ریدینگ یک ولیو یک سنسور یا رایتینگ ولیو برای یک اکچوئیتور و یا مود سوئیچینگ، تماما به صورت ریل تایم تریگر میشن و این تایم تریگر سمانتیکسی که جیوتو داره منجر به این میشه که ما بتونیم یک ریزنینگ افیشنت تری نسبت به تایمینگ بیهیویر برنامه‌هامون داشته باشیم، که ببینیم این بیهیویر رو داره اون تایمینگ ریکوایرمنت ها رو میت میکنه که حالا اونا به واسطه مدل های ریاضی بیان شدن رو یا خیر، که باز اینم یکی دیگه میتونیم از ادوانتج های جیوتو ازش یاد بکنیم. یکی از اون جاهایی که جیوتو داره تو ابستراکشن درست حرکت میکنه و به درستی فاصله میگیره و از اون ریالایزیشن این هستش که برنامه های جیوتو ما به هیچ عنوان مشخص نمیکنن که کی کجا و حالا چطور تسکا دارن اسکجول میشن و راجع به این هیچ حرفی نمیزنه و کاملا ابسترکت نسبت به این قضیه برخورد میکنه. به طور مثال مثلا میگه که یه برنامه جیوتو میتونه دوتا تسک داشته باشه مثل مثلا T1 و T2 که حالا دارن روی یک سری پلتفرم اجرا میشن. حالا پلتفرم ما ممکنه سینگل سی پیو باشه، مثلا با تایم شیرینگ این دوتا تسک بخواد اجرا بشه
و یا مثلا پلتفرم ما دو تا سی پی یو داشته باشه، ما میتونیم با پارالیلیزم این کار رو انجام بدیم. حتی میتونه روی یک سیستم پریمپتیو پرایورتی اسکیجولینگ مثل اکثر او اس های ریل تایمی که داره اجرا بشه. همینطور میتونه مثلا روی پلتفرم های ترولی تایم تریگر مثل تایم تریگر آرکیتکچر اجرا بشه. حالا این تایم تریگر آرکیتکچری معماری هستش که توی کتاب معماری کامپیوتر آقای کوپتس اگر اشتباه نکنم فصل آخر هست، که حالا ما خیلی نمیخوایم بپردازیم به این مفاهیم مثلا همین تایم تریگر پلتفرم ها یا بحث همون پریمپتیو پرایورتی اسکیجولینگ مثل او اس آی ریل تایم و اینا. داریم میگیم که این ابستراکشن رو اونجا دیگه لحاظ میکنیم، یعنی ما از این ریالایزیشن که آقا سینگل پروسسور مالتی پروسسور معماری به چه صورته همه اینا دور میشیم و دیگه کاری نداریم که اینا کجا چطور و به چه صورت دارن اسکیجول میشن. حالا این جیوتو کامپایلر ما لازم داره که مطمئن باشیم که سمانتیکس برنامه یعنی اون فانکشنالیتی و تایمینگ پریزرو میشه. خب برای اینکه کامپایلر بتونه یک چنین اطمینانی حاصل بکنه لازم هستش که یک دیستریبیوتد اسکیجولینگ پرابلمی که یه پرابلم دیفیکالتی هم هست رو حل بکنه. اما ما برای اینکه جیوتو یعنی برای اینکه بیاد کار کامپایلر رو ساده تر بکنه اون بحث انوتیشن رو مطرح میکنه که ما به واسطه یک سری انوتیشن میایم به کامپایلر یه سری دایرکتیو میدیم برای اینکه اون پلتفرم کانسترینت ها رو اعمال بکنه. یعنی پس ما میایم برنامه‌مون رو انوتیت میکنیم به واسطه یک سری کامپایلر دایرکتیوز که قرار هستش که اون پلتفرم کانسترینت ما رو به کامپایلر اعلام بکنه. حالا ما میتونیم تو اسلاید بعدی مفصل‌تر روی صحبت کنیم. مثلا منظورمون این پلتفرم کانسترینت ها چی هست؟ مثلا یه پلتفرم کانسترینت میتونه این باشه که یه تسک خاصی رو مپ بکنیم به یک پروسسور یا سی پی یو خاص، یا بخوایم یک پرایوریتی رو به یک تسک خاص بدیم، یا یک کامیونیکیشنی بین مثلا یک کامیونیکیشنی بین تسک ها رو اسکیجول بکنیم حالا توی یک تایم اسلات توی یک تایم اسلات خاص. و همونطور هم که فکر کنم قبل ترم اشاره کردیم این انوتیشن ها قرار نیستش که فانکشنالیتی و تایمینگ برنامه جیوتوی ما رو تغییر بدن و تنها قرار هستش که کمک بکنن به کامپایلر که بتونن سمانتیکس برنامه ما رو بهتر بفهمن یا براشون ریالایز تر بشه. خب ما وارد بحث زبان جیوتو شدیم و با المنتاش آشنا شدیم، مثل تسک، مثل پورت، مثل درایور، مثل مود، و حالا قرار هستش که به صورت اینفورمال اینها رو درش عمیق‌تر بشیم و با مثال توضیح بدیم که خب یعنی رسیدیم به بخش انتهایی این ارائه که حالا میتونیم توی ارائه دیگه ای هم همه این توضیحاتی که الان میخوایم به صورت اینفورمال بدیم رو به صورت فرمال سینتکس و سمانتیکسش رو بیان بکنیم. اولین مفهومی که میخوام راجعش صحبت بکنیم پورت هست. توی جیوتو تمام دیتا ها به واسطه این پورت ها جا به جا میشن. هر پورتی نماینگر یک وریبل تایپ هست و یک نام یونیکی هم داره و این نام یونیک هم برای اینکه کار ما ساده تر بشه حالا جا از یه سری مفاهیم هم استفاده میکنه مثل گلوبال نیم اسپیس که البته یه مفهوم ویرچواله که چیز خاصی نیست، یعنی حتما لازم نیستش که ما برای اینکه بتونیم جیوتو رو ایمپلیمنت بکنیم از سیستم شیرد مموری استفاده بکنیم و صرفا با این یه جوری انگار قرارداد میکنیم که آقا هیچ پورتی هیچ دو پورتی توی سیستم نمیتونن به نوعی هم نام باشن. هر پورتی باید پرسیستنت باشه، یعنی ولیوش رو باید تو طول زمان حفظ بکنه تا زمانی که آپدیت بشه. ما پورت هامون رو میتونیم به سنسور پورت، اکچوئیتر پورت و تاسک پورت و حتی مود پورت تقسیم بکنیم، ولی این سنسور پورت و اکچوئیتر پورت و تاسک پورت یه دیسجوینت ستن و به صورت میوچوالی یعنی دو به دو اینا هیچ کدوم نمیتونن پورت های مشترکی رو همراه خودشون داشته باشن. توی اون جیوتو پروگرام ها باید به این قضیه توجه کنیم. سنسور پورت ها به واسطه محیط آپدیت میشن ولی باقی پورت های ما توسط جیوتو پروگرامی که نوشیم حالا آپدیت میشن.
تاسک پورت های ما هم خب همونطور که از اسمشون مشخص هست برای کامیونیکیت کردن و برای انتقال دیتا بین دو تا تاسک ازشون استفاده میشه، ولی ما کماف سابق میتونیم از تاسک پورت ها هم برای انتقال دادن دیتا از یک مودی به مود دیگر هم به نوعی استفاده بکنیم، یا به زبان دیگه تاسک پورت ها میتونن طوری دیزاین بشن که به عنوان یک مود پورت هم ازشون استفاده بشه در داخل یک مود، و هر سری هم که ما مثلا این مود میخواد اجرا بشه بیاد اون ولیو رو به اون پورت اساین بکنه. حالا این حرفی که الان اینجا زدم شاید یکم ثقیل بود، ولی توی مثال مثلا ما میبینیم که یک تسکی یه پورتی داره که اون پورت به عنوان مود پورت هم استفاده میشه، یعنی هر وقت که این پریود مود بگذره و مود بخواد دوباره اجرا بشه اون ولیو میره پشت اون پورت میمونه و میتونیم به عنوان یک مود پورت ازش استفاده بکنیم. حالا باز میگم جلوتر یک مثال خواهیم دید که نحوه استفاده یک تاسک پورت به عنوان یک مود پورت اونجا خیلی شفاف و واضح مشخص میشه. خب شما توی این شکل دارین نمای یک تاسک رو میبینید. ما تاسک رو توی حالا جیوتو به این شکل نمایشش میدیم و اسم این تاسک هم تاسک تی هست که البته توی این اسلاید متاسفانه اینجا جلوی تاسک خیلی این درست نیفتاده، من حالا اینو حتما اصلاحش میکنم. این تی هست، تاسک تی هست. خب همونطور که توی شکل ملاحظه میفرمایید این تاسک یه مجموعی از اینپوت پورت داره که دوتا پورت اینپوت هست و یه مجموعی آوتپوت پورت داره که دوتا پورت آوتپوت هست و به وسیله بولت هم همونطور که ببینید نمایش داده شده. اینپوت پورت های تی حتما باید دیستینک باشن نسبت به تمام پورت هایی که توی برنامه جیوتو هست، یا به زبان دیگه هر تسکی زمانی که یه سری اینپوت پورت داره این اینپوت پورت ها رو هیچ کسی دیگه حق نداره داشته باشه، یعنی نمیتونه اینپوت پورت هاش رو با تسک سنسور یا هر چیز دیگه ای به اشتراک بذاره و باعثی حتما نسبت به باقی پورت هایی که توی برنامه جیوتوی ما هست دیستینک بشه. اما تسک ما میتونه آوتپوت پورتاش رو با تسک های دیگه‌ای شیر بکنه تا زمانی که اون تسکایی که پورتا باهاشون شیر شده توی همون مود اینووک نشده باشن. مثلا من یه مودی دارم، تسک تی من توش اینووک شده، یه سری اینپوت یه سری آوتپوت پورت داره، این آوتپوت پورتا رو میتونم شیر بکنم با تسکای دیگه، منتها اون تسکا نباز توی اون مود در حال اجرا باشن، که حالا باز این رو هم یک مثالی ازش داریم که جلوتر خواهید دید. فعلا داریم صرفا کانسپت ها رو پشت سر هم میگیم تا برسیم به اون مثال ها و این کانسپت ها اونجا استفاده بکنیم و مفاهیم برامون شفافتر بشه. در حالت کلی تسک ها میتونن هر تعداد دلخواهی هم اینپوت آوتپوت پورت داشته باشن، هیچ محدودیتی نداره. تسک ها علاوه بر پورت ها برای اینکه بتونن استیت داخلی خودشون رو مینتین بکنن یه سری پرایوت پورت دارن که ولیوشون خارج از اون تسک قابل دسترس نیست، فقط توی همون تسک ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم، که همونطورم که دارید توی شکل ملاحظه میکنید استیت تی رو با پریو نمایش میدیم و هم مخفف همون پرایویت. در انتها هم هر تسکی یه فانکشنی داره به اسم اف، مثل این تسک تی ما که این فانکشن ورودیش رو از اینپوت پورت های تسک و کارنت استیت تسک میگیره و خروجیش رو میده به آوتپوت پورت های تسک و نیکست استیت تسک. این تسک فانکشنی که حالا اینجا با اف نمایشش میدیم با یک در قالب یک سکوینشیال پروگرام ایمپلیمنت میشه و تو به هر زبان دلخواه برنامه‌نویسی هم ما میتونیم این رو پیاده بکنیم. باز دوباره یه نکته ای که اینجا وجود داره اینکه جیوتو اینجا دوباره ابستراکشنش رو افزایش میده و کاری که انجام میده این هستش که اجرای اف هیچ سینکرونایزیشن داخلی و نداره و ما کلا نمیتونیم اجرای اف رو در حالتی که پریمیچر هست یا در حالتی که هنوز به اتمام نرسیده متوقفش بکنیم. کلا توی جیوتو تمام سینکرونایزیشن پوینت های ما به صورت اکسپلیسیتلی خارج از تسک ارزم به خدمتتون مشخص میشه، بنابراین مثلا نمیتونیم بگیم که آقا این فانکشن بعد تا فلان مثلا زمان اجرا بشه، یعنی ما راجع به این که این فانکشن در چه زمانی شروع به اجرا میکنه توی این تسک و در چه زمانی هم به پایان میرسه صحبتی نمیکنیم و کاملا ابستراکت بهش نگاه میکنیم، بنابراین راجع به بحث سینکرونایزیشنش هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم و
نمیتونیم به صورت پریمیچرلی یا به صورت اینکه نیمه کاره ترمینیتش بکنیم. و همونطور هم که گفتیم تمام سینکرونایزیشن ها توی جیوتو خارج از تسک ها به صورت اکسپلیسیتلی مشخص میشن. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که برای هر پلتفرمی کامپایلر جیوتو باید بدونه که زمان ورست کیسی که طول میکشه تا یه تابعه مثل اف اجرا بشه روی هر سی پیو چه اندازه است. خب اینو لازمه بدونیم. ممکنه الان برای تو سوال باشه که خب چه دلیلی داره اینو بدونه. زمانی که ما میخوایم اون اکسترنال سینکرونایزیشن ها که توی مثالای جلوترمون میبینیم رو توضیح بدیم، اونجا لازم داریم که آقا بدونیم به هر حال این اف تو ورست کیس روی این سی پی یو چقدر طول میکشه اجرا بشه که ما بتونیم اون سینکرونایزیشن پوینت های خارج از این تاسک رو هماهنگ بکنیم. البته این مایی که میگم منظورم جیوتو کامپایلر هستش، که خب البته من یکم داشتم عروش شکل توضیح میدادم، یادم رفت این اسلاید رو بزنم جلو، ولی خب این حرفایی که بنده اینجا زدم رو توی این اسلاید ها میتونید مشاهده بفرمایید. بله اینجا هم راجع به ورست کیسش صحبت کردم. خب اما میخوایم بپردازیم به بحث تسک اینووکیشن. خب ما همونطور که گفتیم توی جیوتو تمام تسک ها به صورت پریودیک هستن و هر تسکی توی حالا اون بحث محور زمانی به صورت حالا یه نقطه‌ای میتونه مشخص بکنه که تو چه نقطه‌ای این ووک شده و خب تو اون کاملا دترمینیستیک هست. نکته دیگه که وجود داره این هستش که شما توی این شکل میبینید که این تسکی که این ووک شده یک فرکانسی داره به اسم اومگای تسک، که البته من اینجا با دبلیو تسک نمایش دادم، نتونستم اومگا رو بیارم توی این منتها، حالا هر جا میگی نویسیم این دبلیو تسک هم منظورم اومگای تسک هست که یه فرکانس برای تسک و این به نوعی نشون میده که خب این تسک چقدر طول میکشه اجرا بشه به نوعی. و حالا این مقدارش هم باید نان زیرو باشه، نچرال نامبر باشه. اون فرکانس ریل تایم که این تسک اجرا میشه جلوتر میبینید که ما اینو مشخص میکنیم به واسطه تقسیم کردن پریود کارنت مودمون به این اومگا تسک. چون ما یه مفهومی داریم به اسم مود که پیشتر توضیح دادیم، گفتیم مود ما تشکیل شده از یه سری تسکان که دارن به صورت کانکارنت اجرا میشن. هر مودی خودش یک پریود داره که حالا جلوتر که برسیم به مود اونجا قشنگ شفاف میشه. خود تسک هم یه پریودی داره که مثلا ما اینجا میزنیم اومگا تسک، یعنی این تسک خب طول میکشه 10 میلی ثانیه اجرا بشه. و حالا اینکه ریل تایم فرکانسی این تسک چی هست، ما بایستی اومگای تسک و اومگای پورت رو داشته باشیم، اومگای مود رو داشته باشیم، تقسیم بکنیم به اومگای تسک تا ریل تایم فرکانسی اجرای این تسک در بیاد. جلوتر تو مثال خیلی براتون شفاف و واضح میشه این مفهوم، که خب البته اینجا هم توضیح دادیم. حالا میریم میپردازیم به مفهوم بعدی. خب هر تسک اینووکیشنی یه درایور میخواد به اسم حالا دی، اینجا ما نمایشش دادیم، که میاد ولیو ها رو برای اینپوت پورت های تسک فراهم میکنه، که حالا اینجا اینپوت پورت همون مجموعه این هستش. همونطور که توی شکل ملاحظه میکنید اولین اینپوت پورت ما به واسطه یه مقداری که از یک پورتی به اسم پی دریافت شده لود شده و دومین پورت ما مقدارش توسط یک ولیو کانستنتی مثل کا پر شده، که خب معمولا کانستنت حالا توی جیوتو اینجوری با دایره خالی و اینجا زمانی که این مقدار داره اگه پورت دیگه پر میشه با دایره سیاه رنگ نمایشش میدن. خب البته من کم رفتم اسلاید عقب. بله خب اما توی این اسلاید ببینید یه درایور در اصل یک فانکشنه که میاد ولیوهای سنسو پورت و مود پورت رو، که البته منظورون از مود پورت اون کارنت مودش هست، یعنی این مودی که الان داخلش هستیم. بله پس درایور میاد اون ولیو سنسو پورت و اون مودی که و مود پورتی که داخلش هستیم رو میده به اینپوت پورت و یا لود میکنه میده به اینپوت پورت های تسکامون، و یا اینکه اینپوت پورت های تسکامون اصلا به واسطه ولیو های کانستنت مقدار دهی میشن. حالا این درایور میتونه گاردد باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم یک شرط گارد کاندیشن براش در نظر بگیریم، یه پردیکیت روی فقط سنسور و مود پورت،
و هر وقت که تسک میخواد اینوکت بشه و خب این درایور اکزیکیوت بشه، اول باید گاردش چک بشه، ایوالویت بشه. اگر گارد درایور ما ترو بود، اون وقت میتونیم تسک اکزیکیوشن رو انجام بدیم. در غیر این صورت از اجرای تسک اکزیکیوشن، اجرای تسک اکزیکیوشن رو اسکیپ میکنیم. حالا اینجا میخوایم بپردازیم به تایملاین یک اینوکیشن از یک تسکی مثل تسک تی. ما اینجا که تسک تی رو اینوک کردیم و حالا اینجا داریم تایملاینش رو میبینیم. اینوکیشن تسک ما توی زمان تو استارت شروع میشه و دو تا فاز داره کلن این تایملاین. یه فاز کامیونیکیشن فیز هست و یک فاز عرضم به خدمتون اسکجول فیز، که حالا اینجا شاید مشخص نشده، من حالا اگه با موس بخوام نمایش بدم، اون لحظه که طول میشه تا این پورتال لود بشن رو ما مثلا میگیم به نوعی همین فاز کامیونیکیشن، و این بخشی که حالا این تسک قرار اسکجول بشه، اجرا بشه و ولیوها رو تا این زمان تو استاپ روی پورتای اوت بذاره رو ما مثلا میگیم فاز اسکجول. حالا پس این تسک ما تو زمان تو استارت اینوکیشنش رخ میده و یک کامیونیکیشن فازی رو شروع میکنه انجام دادن که درایور گارد ایوالویت میشه و در صورت ترو بودنش اینپوت پورت های تسک ما اون ولیو رو لود میکنن. توی سمانتیکس جیوتو و همونطور هم که قبل تر گفتیم، بنابر همون سینکرونی اسامپشن، اجرای درایور دی به شکل لاجیکلی زیرو تایم صورت میگیره و به بیان دیگه درایور ما توی جیوتو یک اتمیک یونیت آف کامپیوتیشنه که اینترابت هم نمیشه دادش. و همینطور هم که اینجا ملاحظه میفرمایید، تو استارت با تو پریم استارت با هم برابرن، یعنی از زمانی که قرار ولیوها انتقال داده بشن به این پورت ها و روی پورت ها لود بشن، ما هیچ زمانی رو در نظر نمیگیریم. اما بحث سینکرونوس کامیونیکیشن فاز، بعد از اون میریم سراغ اسکجول کامیونیکیشن فاز که همونطور که اینجا ملاحظه میکنید از توپریم استارت قراره که این اسکجول کامیونیکیشن فاز شروع بشه. حالا توی این فاز اتفاقی که میفته اینه که توی تایم تو استاپ بر اساس حالا سمانتیکسی که گفتیم، استیت و آوتپوت پورتس های تی آپدیت میشن و کاملا هم به صورت دترمینیستیک این اتفاق میفته و ریزالتی که F داشته، اون تابعی که داشتیم، به استیت و یعنی اون ریزالت، این آوتپوتی هم که میره روی پورت ها یا میره روی استیت خود تسک ما، بر اساس ریزالت تابع F که روی مقادیر پورت های ورودی و استیتی که خود تسک داشته انجام شده. و خب توی تیه، توی تو استاپ اون ولیوها یا رفتن روی پورت آوتپوت یا داخل استیت خود تسک ذخیره میشن. حالا این اینتروالی که بین تو استارت و تو استاپ وجود داره به واسطه اومگا تسک یا همون فرکانسی اومگا تسک مشخص میشه و اصطلاحا میگیم که تسک تی لاجیکلی رانینگ بوده از زمان تو استارت تا تو استاپ. حالا اینجا باز دوباره جیوتو کاملا ابسترکت میکنه قضیه رو، میاد میگه که آقا ما مشخص نمیکنیم که when, where or how، که کجا و چطور داره این تابع F به صورت actual computationش تو بین بازه تو استارت و تو استاپ انجام میشه. اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که output port های تسک ما داره توی تی استاپ آپدیت میشه و این قضیه کاملا دترمینیستیکه و داره کاملا به صورت دترمین شده اینو به ما نمایش میده. بنابراین شما هر تریس ریل تایمی که میخواید روی حالا ولیو سنسورها، تمام ولیوهایی که داره انتقال میشه بین تسک ها و یا داره اون ولیو داده میشه به یک اکچوئیتر پورت، کاملا به صورت دترمینیستیک و دترمین برامون مشخصه. چیزی که یعنی دو تا میتونیم بگیم که جیوتو دو تا از اجزای اصلیش میشه بحث کامیونیکیشن آنی که داره، همون instantaneous communication و time deterministic computation. این دو تا اصلیه که ما اینجا باهاش مواجه شدیم.
که ما میتونیم تریس بکنیم که یه ولیوی سنسور کی میاد، کی آوتپوت میدیم، کی آوتپوت رو میدیم بک جویتور، و کامیونیکیشن ما کاملا اینستانتینیوس بر اساس همون سینکرونی اسامشن و هیچ زمانی رو مصرف نمیکنه. حالا دیگه این با یعنی یه جوری سپردیم به عهده کامپایلر این قضیه رو که بتونه به این به اون دو مفهومی که گفتیم یه جوری فیسفول باشه دیگه، که مثلا ممکنه آقا کامپایلر بگه که من بعد از تو استارت مثلا ولیو ها رو از اینپوت رو میخونم، یا مثلا اکزیکیوشن اف ممکنه که حین اجرای تسک پریمپت بشه اصلا، یعنی یه تسکی با اولویت بالاتر بخواد رو با اون سی پی یو اجرا بشه و اجرای این تسک و اجرای این فانکشن این تسک پریمپت بشه، منتها باز همه اتفاقات تا زمان تو استاپ رخ بده و من تو تو استاپ ولیو های تسکم که قراره بره روی آوتپوت پورت رو داشته باشم. جیوتو سمانتیکس اینو تضمین میکنه، یعنی یه ابستراکشن خیلی خوب نسبت به اینکه آقا این فانکشن قراره پریمپت بشه نشه، به چه صورت اسکیجول میشه، و ما حالا آیا دقیقاً از روی زمان مثلا موقعی که این ولیو ها لود شدن میم رو پورت میخونیم یا نه، اینا رو دیگه ما بهش کاری نداریم و به صورت کاملا ابستراکت بهش برخورد میکنیم. اما میخوایم وارد بحث مود بشیم و اون بحثایی آخه قبلا یکم بهش ارجاع دادیم، اینجا یکم کلیرتر میشه مفاهیم برامون. خب ببینید، هر برنامه جیوتو تشکیل شده از یک سری مجموعه موده، یعنی ما یه ست آف مودز داره هر جیوتو پروگرام ما. هر کدوم از این مودا که توی مجموعه مودای ما هستن میان اینوکیشن یه مجموعه ثابتی از تسکا رو به صورت ریپیتد انجام میدن، و این اینوکیشن این مجموعه تسکا که به صورت ریپیتد نیاز به یک پریود زمانی داره که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم. و ما زمانی که از یک مودی میخوایم به یک مود دیگه انتقال پیدا بکنیم، یعنی ما الان توی مودی هستیم، یه سری تسک دارن به صورت کانکارنت اجرا میشن، یه تسک کم میکنیم یا یه تسک اضافه میکنیم، خلاصه یه تغییر تو اون مود میدیم، مود عوض میشه، میگیم که مود سویچ انجام دادیم و مود سویچینگ رخ داده. که خب گفتم تنها کاری که میکنه که یه سری تسک رو اد میکنه، یه سری تسک رو ریموو میکنه. اما اگه بخوایم حالا اون مود رو فرمالیتر تعریفش بکنیم، خب هر مود ما یه پریود داره که اون پریود زمانی نشون دهنده اینه که تو چه پریودی قرار اون فیکست تسک ست ما اینووک بشه، و خب یه سری مود پورت داره و یه مجموعی از تسک اینووکیشن، یه مجموعی از اکچوئیتر آپدیت و یه مجموعی از مود سویچ، که البته میگم زمانی که ما وارد اگه بخوایم اینو خیلی فرمال توضیحش بدیم با ریاضیات، اونجا مثلا میبینید که این مثلا به صورت یک چندتایی نمایش داده میشه، که حالا مثلا عنصر اول این چندتایی مثلا میشه پریودش، بعدش میشه مجموعه مود پورت، بعدش میشه مجموعه تسک اینوکیشن، و همینطور به این صورت به صورت فرمالی حالا مود ما توصیف میشه. اما اگه بخوایم مود رو به صورت شماتیک بهتون نمایش بدیم، الان توی این شکل شما دارید به یک مودی مثل M نگاه میکنید. مود M ما دو تا تسک T1 و T2 رو داره که اینووک میکنه، یعنی اینووکیشن دو تا تسک T1 و T2 رو بر عهده داره، و این اینووکیشن به صورت کانکارنت باید صورت بگیره، یعنی ما میگیم که تسک T1 و T2 دارن به صورت کانکارنت اجرا میشن. پریود M رو با پای نمایش میدیم که اینجا 10 میلی ثانیه هست، و تا زمانی که برنامه ما توی این مود M هست، اجراش به صورت همون سیمز پترنی که داره، یعنی تسک اینوکیشن هایی که الان مشخص هست، تسک اینوکیشن T1 و T2 هر 10 میلی ثانیه تکرار میشه، یعنی هر 10 میلی ثانیه T1 و T2 رو اینوک میکنه، 10 میلی ثانیه بعد هم دوباره همون T1 و T2 رو اینوک میکنه، و این پترن رو همینطور تکرار میکنه هر 10 میلی ثانیه یه بار. خب همونطور که ببینید تسک T1 که ما دو تا اینپوت پورت داره، I1 و I2، دو تا آوتپوت پورت داره، O2 و O3، استیت پرایویتش با پرایویت 1 نمایش داده شده، فانکشنش F1ه، تسک 2 هم به همین صورت داره نمایش داده شده، یک سنسور پورت داریم که با S نمایشش داده، یک اکچوئیتر پورت داریم که با A نمایشش داده، و یک مود پورت داریم به اسم O1 که شما اینجا ملاحظه میکنید O1، S و A بود. اما این O1 توسط هیچ تسک داخل امی آپدیت نمیشه. ممکنه بگید چه کاربردی داره؟ اولا ولیو O1
کانستنت میمونه تا زمانی که ما تو مود ام هستیم، و کاربردش اینه که بتونیم یک ولیوی رو از مود قبل از ام به مود ام انتقال بدیم، که خب البته این یک کاملا مود پورت هست، ولی اینجا ما حالا به نوعی مود پورت هایی میبینیم که به نوعی تسک پورت هم هستن، او دو، او سه، او چهار، او پنج هم تسک پورت هن هم مود پورت، که حالا دارید ملاحظه میکنید، یعنی تمام، یه جوری میتونیم اینطوری بگیم مثلا تمام آوتپوت پورت های تسک های ما که اینجا هم میبینید، این یکی که او دو، این او سه، این او چهار و این او پنج، همشون مود پورت هم هستن و هر وقت که وارد مود ام میشیم بایستی اینیشیالایز بشن به موقعی که حالا اون 10 میلی ثانیه میاد و دوباره انگار که ما داریم وارد مود ام میشیم و قراره اینا رو اینووکشون بکنیم. این مود پورت ها خارج از مود ام قابل دسترسی دیده میشه و زمانی که ما از مود ام میریم به مود بعدی این ولیو هاشون از این پورت ها خونده میشه و به مود بعدی داده میشه و میتونه مود بعدی این ولیو ها رو بگیره، حالا اون مود ساکسسور دیگه به عبارتی. اینووکیشن تسک یک تو مود ام فریکونسیش یکه، همونطور که اینجا دارید نگاه میکنید، و به این معناست که تی یک هر 10 میلی ثانیه اجرا میشه تا زمانی که برنامه ما تو مود ام هست. خب و دلیلش هم اینه که خب این مود 10 میلی ثانیه طول میکشه و خب اینم فرکانسش یکه و اگه بخوایم تقسیم بکنیم به بعد زمان همون 10 میلی ثانیه طول میکشه، یعنی هر یه مود که از لحظه 0 تا 10 میلی ثانیه طول میکشه یک بار تی یک توش اینووک میشه. اما اگر تی دو رو نگاه بکنید اومگاش دو هست و به این معنا هستش که هر 5 میلی ثانیه داره توی برنامه ما تا زمانی که تو مود ام هستیم اجرا میشه و بنابراین توی یک اجرای مود از لحظه 0 تا لحظه 10 میلی ثانیه تسک دو بار اینووک میشه و اجرا میشه. زمانی هم که اینووکیشن تی یک رخ میده، همونطور که یعنید اینپوت پورتاش یعنی آی یک و آی دو به واسطه، حالا آی یک به واسطه مود پورت او یک پر میشه و آی دو به واسطه آوتپوت پورت تی دو که میشه به نوعی او چهار داره اینیشیالایز میشه هر بار که تی یک بخواد اینووک بشه. تسک تی دو هم سه تا اینپوت داره، آی سه اینپوت پورت داره، آی سه، آی چهار، آی پنج. آی چهار با سنسور، با پورت اس سنسور داره اینیشیالایز میشه و باقی هم میبینید دیگه، مثلا اف دو توسط او سه، بخشید آی سه توسط او سه و آی پنج هم توسط و پنج داره مقدادهی میشه و این مقدادهی زمانی رخ میده که این تسک اینووک بشه. اگر تازه درایور ما گارد داره، گاردش باید ایوالویت بشه و بعد هم این مقادیر روی این پورت ها لود بشه. نکته دیگه ای هستش اینه که درایور دی سی که ما اینجا داریم که مربوط میشه به این اکچویتر پورت، در اصل داره اکچویتر آپدیت رو بیان میکنه، یعنی دی سه که فرکانسش همونطور که میبینید یک هست و یعنی اینکه هر 10 میلی ثانیه اکچویتر ای ولیو پورت اودو رو به واسطه درایور دی سه میخونه و بنابراین اکچویترهای ما هم برای اینکه بتونیم مقدار داخلشون قرار بدیم میتونیم از بعد از درایور استفاده بکنیم و فرکانس هم براشون در نظر بگیریم، که اینجا حالا اکچویتر ما که A هست فرکانسش یکه و به این معنی است که هر 10 میلی ثانیه درایور دی سه رو اجرا میکنه، که درایور دی سه هم کارش این است که ولیو پورت او دو رو روی پورت A لود بکنه. توی این اسلاید شما دارید یک تایمینگی از یک سینگل ران مود ام رو ملاحظه میکنه که 10 میلی ثانیه طول میکشه و تا زمانی که برنامه ما تو مود ام هست یک چنین راندی پشت سر هم اجرا میشه، یعنی هر 10 میلی ثانیه یک چنین پترنی اجرا میشه که حالا اینجا دیگه نکشیدتش، یعنی این برم اگه ما نگاه بکنیم اگر برنامه ما تو مود ام باشه دقیقاً همین شکلی هست، این سمت نمودار زمانی ما هم اگر همچنان تو مود ام باشیم یک چنین شکلی اونجا قرار داره. همونطور که توی شکل ملاحظه میکنید این راند توی تایم تو 0 به واسطه یک instantaneous communication فاز آغاز میشه و برای اینکه ما بتونیم تسک های تی یک و تی دو رو اینووک بکنیم
درایورهای D1 رو دید و اجرا میشن. و خب توی شکل قبل دیدیم دیگه درایور D1 برای مقدار دهی پورت‌های تسکه 1 استفاده میشد و درایور D2 برای مقدار دهی پورت‌های T2 اجرا میشد. بنابراین اینجا هم توی تایم توست 0 این ولیو ها برای اینکه روی این پورت ها بشینن D1 و D2 اجرا میشه و چون اینستانتینیوس کامیکیشن هست بر اساس همون سینکرونی اسامپشن هیچ زمانی اینجا مصرف نمیشه. در ادامه همونطور هم که قبلتر عرض کردیم سمانتیکس جیوتو اصلا نمیاد نشون بده که چطور کامپیوتیشن تسک های F1 فانکشن تسک های F1 و F2 به صورت فیزیکلی اسکجول میشن، هر طوری که بتونن اسکجول میشن، حالا چه روی سینگل سی پیو باشه یا پارالل روی دوتا سی پیو باشه. و خب اینجا جیوتو داره به نوعی میاد این از یک چنین ریالایزیشنی دور میشه. چیزی که سمانتیکس جیوتو برای ما اینجا مشخص میکنه این هستش که بعد از گذشت 5 میلی ثانیه در لحظه تو یک نتیجه اسکجول کامپیوتیشن تابع F2 بر روی آوتپوت پورت های T2 آماده شده و سکند اینوکیشن T2 هم با اجرای درایور D2 در همون زمان تو یک آغاز میشه. و برای اینکه پورتاشو بخوایم مقدار دهی بکنیم most recent value سنسور پورت S رو میخونه. ببینید اینجا که داره مثلا مقدار دهی میشه میتونست مثلا از اینجا یه فلش بیاره بزنه اینجا، ولی اگه این کارو که به این معنا بود که همون value از سنسور رو میخونه که تو لحظه تو صفر بود، ولی توی تو یک مقدار S جدیدتر شده و جدیدترین مقدار S رو میخونه. اگرچه که این اینپوت پورتش که من اسمش رو یادم رفت آیسه، اون اینپوت پورت آیسه داره توسط مقدار قبلی تسک T1 مقدار دهی میشه. پس یعنی مثلا ما کاری نداریم که آقا F1 ممکنه تا این لحظه اجرا شده باشه و مقدار جدید داشته باشه، ما بریم مقدار جدید رو بخونیم، به هیچ عنوان ما این مقدار قبلی رو میخونیم. چرا؟ چون برای ما اصلا مهم نیست که F1 میخواد تا این لحظه مثلا تا لحظه تو یک اجراش تموم شده باشه یا نشده باشه. زمانی آوتپوت پورت های تسک ما آپدیت میشن که من به تو 2 یا 10 میلی ثانیه برسم، یعنی انتهای فرکانس تسک T1. تا قبل از اون باید مقادیر قبلی T1 رو من داشته باشم. بنابراین طبق این سمانتیکسی که بنده خدمتتون گفتم حتی اگر اسکجول کامپیوتیشن F1 قبل از تو 2 یعنی اون 10 میلی ثانیه صورت بگیره، ما بایستی ولیوهای جدید رو در یک مجموعه جداگانه ذخیره بکنیم که حالا میتونیم از پریو استفاده بکنیم که مشکلی ایجاد نشه برای آوتپوت پورت هایی که ما داریم، چون روی این آوتپوت پورت مقدار قبلی هست، مقداری که توی تو صف ما داشتیم و موقعی که قرار هست تسک T2 برای دومین بار توی مود ما اینوک بشه بایست با مقادیر قبلی تسک مقدار دهی بشه. اگر من به محض اینکه F1 مقادیر رو محاسبه میکنه وارد آوتپوت پورتا بکنم، اتفاقی که میفته اینه که تسک T2 موقعی که دومین بار داره اینوک میشه و میخواد اجرا بشه با مقادیر جدید اینپوت پورتش پر میشه که نباید جلوی این اتفاق رو بگیریم. بنابراین زمانی که آوتپوت پورت های T1 لود میشن دقیقا روی T2ه، فارغ از اینکه F1 زودتر آیا کارش رو تموم کرده یا نه. هر وقت میخواد F1 اسکجول بشه اجرا بشه، من تو T2 یا بهتر بگیم کامپایلر توی T2 ولیوها رو روی آوتپوت پورت ها قرار میده و در لحظه تو 2 راند اجرای این مود تمام میشه و در همین لحظه آوتپوت پورت ها پر میشه، اکچوئیتور پر میشه و وارد راند جدید میشیم. و همونطور که نگاه میکنید توی راند جدید مثلا تسک T2 تو لحظه تیپفریم 2 که میخواد اینوکیشنش کال بشه ولیوش با مقدار جدید تسک T1 پر میشه، چون دیگه اون زمان گذشته پورتا آپدیت شدن و چون پورتا آپدیت شدن باید با مقادیر جدیدی مقدار دهی بشه که خب اینجا هم توی شکل شما دارید ملاحظه میفرمایید.
پس این تایملاین اجرای یک راند از یک مود بود که این مود همونطور که توی شکل قبلا نشون دادیم دو تا تسکین ووکیشن T1 و T2 رو داشت و اون مباحثی که خدمتتون عرض کردم. حالا میپردازیم به بحث مود سویچز، یعنی ما میخوایم توی یه مودی هستیم و میخوایم وارد یک مود دیگه ای بشیم. برای اینکه بتونیم بحث رو توضیح بدیم نیاز داریم که یک مودی مثل امپریم که شما دارید توی تصویر ملاحظه میکنید رو خدمتتون توضیح بدیم. تفاوت اصلی که مود ام با امپریم داره این هستش که امپریم اومده جای تسک 2 رو با تسک T3 عوض کرده و این تسک T3 فرکانسش فرق میکنه و فرکانسش به جای 2-4 هستش. T3 یه آوتپوت پورت جدید داره که O6ه ولی O4 از T2 رو همچنان نگه داشته. ببینید اگه خاطرتون باشه این امه، توی ام T2 O4 رو داشت، توی ام پریم T3 O4 رو داره ولی اگه پورت دیگه استفاده میکنه که O6ه. نکته که میخوام بگم اینه که اگه خاطرتون باشه گفتم تسکا میتونن آوتپوت پورتاشون رو شیر بکنن به شرط اینکه مثلا وقتی T2 میخواد با T3 آوتپوت پورت O4 رو شیر بکنه جفتشون نباید توی تسک باشن، یعنی الان جفتشون نباید توی مود باشن. الان این مود M فقط T2 رو داره، پس T2 میتونه با T3 این پورت رو شیر بکنه. یا مثلا اینجا T3 پورت O4 رو داره، من توی مود M پریم فقط T3 رو دارم، T2 رو ندارم، پس T3 میتونه این پورت رو با T2 شیر بکنه. و خب این نکته‌ای که قبلا گفتیم و شما اینجا دارید به صورت شماتیک ملاحظه میکنید. نکته دیگه که حائز اهمیت هست اینه که خب ما اینجا D1 و D3 رو داشتیم و تغییر ندادیم، اینجا هم عیناً تو همین مود M پریم داریم. D4 رو اضافه کردیم که مقدار اینپوت پورت های تسک T3 هست که همونطور که میبینید خب I6 داره توسط O3 مقدار دهی میشه، I7 توسط سنسور، I8 هم توسط O6 داره مقدار دهی میشه. تسک T1 نسبت به مود قبلی هیچ تغییری نداشته، فرکانسش همونه، آوتپوت پورتاش و اکچویتر و اینپوتش هم به همون صورت هستش و فرکانسش هم همون 10 میلی ثانیه، یعنی تو هر 10 میلی ثانیه یه بار اجرا میشه، منتهی مرتب اومگا 3 تو هر 10 میلی ثانیه 4 بار اجرا میشه، برخلاف T2 که 2 بار اجرا میشد. نکته دیگه که اینجا وجود داره این هستش که این دیسم که همونجا هست هیچ تغییری نکرده و حتی پریود تایم ام پریم هم مانند ام همون 10 میلی ثانیه قرار داره. خب ما حالا میخواییم نشون بدیم که یک ترانزیشن انتقال از یک مود به یک مود دیگه به چه صورت هست، یا به عبارت دیگه مود سویچ چطور شکل میگیره. اما مود سویچ خودش داره سه تا چیز رو توصیف میکنه. یک سویچ فریکونسی، یعنی یه مود سویچ یه سویچ فریکونسی میخواد. یک مود سویچ یک تارگت مود میخواد و یک مود سویچ یک درایور میخواد. به طور مثال شما توی این شکل دارید یک مود سویچ رو میبینید، مود سویچ فرکانس 2، یعنی هر توی میتونیم اینطوری بگیم که توی هر 10 میلی ثانیه 2 بار مود سویچ چک میشه، یک بار سر 5 میلی ثانیه، یک بار سر 10 میلی ثانیه، یعنی یک بار وسط راند، یک بار انتهای راند اجرای ام. یعنی من موقعی که ام رو اجرا میکنم مود ام، الان برنامه من تو مود امه و 10 میلی ثانیه هر راندش طول میکشه، یه بار سر 5 میلی ثانیه چک میکنم مود سویچو، یک بار سر 10 میلی ثانیه چیو؟ گارد کاندیشنش رو، گارد کاندیشن درایور D5. اگر گارد کاندیشن درایور D5 اوکی شد، D5 هم درایور این مود سویچ، همونطور که گفتیم مود سویچ سه چیز داره، یکی فرکانسی، یکی تارگت مود، یکی هم درایور. اگر گارد کاندیشن این D5 ساتیسفای بشه من مودو عوض میکنم، حالا میخواد چه توی اون 5 میلی ثانیه باشه چه توی اون 10 میلی ثانیه باشه. زمانی که گارد کاندیشن، یا اصطلاحا تو خود مقاله بهش میگه اگزییت کاندیشن، من حالا این گارد کاندیشن یکم اصطلاح یو ام الیه شاید، اون اگزییت کاندیشن درایور D5 موقعی که ترو باشه، ایوالویتش ترو باشه، با اتفاقی که میتونم مود سویچ بکنیم و این آوتپوت و این پورت های مود ام پریم رو باید مقدار دهی بکنیم. O1 یک کانسنت کاه، O6 توسط O5 مقدار دهی میشه،
O3 O4 O2 O3 و O4 مقادیرشون ثابت میمونن. اینجا حالا میتونست اینا هم با یک فلش نمایش بده ولی نخواست شکل شلوغ بکنه، ولی O2 O3 و O4 مقادیرشون رو حفظ میکنن، O1 O6 آپدیت میشه و میبینید که این مودها هم میتونن اینا رو، این پورتاشون رو با هم دیگه حتی شیر بکنن. آخرین نکته هم که توی این اسلاید میخوام اشاره بکنم اینه که این درایور هیچ فرقی با درایورهای دیگه نداره، پینام لاجیکلی زیرو تایم اجرا میشن و زمانی رو کانسیوم نمیکنن. اما توی این اسلاید که اگر اشتباه نکنم آخرین اسلاید ما هست، ما داریم تایملاین یک مود سوئیچ که حالا این مود سوئیچ هم البته اسمش اتاه، حالا اینجا اتا رو من ننوشتم ولی اتا اسمش، ما اینجا داریم مود سوئیچ اتا رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم. اما قبل از اینکه بیام اینجا ببینید، اگر سر این 10 میلی ثانیه مود سوئیچ رخ بده خب همه چیز خیلی کلیره که اوکی دیگه، ما میریم از لحظه 10 میلی ثانیه به بعد تا لحظه 20 میلی ثانیه تسک اینووکیشن ام پریم صورت میگیره، این درایورها هم انجام میشه و این پورت هم لود میشن و همه چیز هم خیلی عالی. معضل و شاید پیچیدگی زمانی رخ بده که توی این 5 میلی ثانیه، یعنی در اواسط اجرای مود ام، مود سوئیچ شرطش ترو بشه و ما مود سوئیچینگ بکنیم. این شکل هم دقیقا همینو داره به شما نمایش میده، یعنی توی این شکل مود سوئیچ اتا توی زمان تو یک پریفورم میشه، اجرا میشه، یعنی اینجا توی این لحظه از تو صفر، یا بهتر بگیم از تو پریم صفر تا تو یک من تو مود امم، از تو یک به بعد میرم تو مود ام پریم و حالا میخواییم چالش ها و اتفاقاتی که باهاش مواجه هستیم رو بیان بکنیم و نشون بدیم که سمنتیکس جیوتو چطور اینا رو توجیه میکنه. خب همونطور که ملاحظه میکنید از تو صفر تا تو یک خیلی شبیه به این شکل هست، شکلی که اینجا دیدیم، و از تو صفر تا تو یک همه چیز دقیقا مطابق همین شکل قرار داره. در زمان تو یک اینووکیشن تسک تی دو تمام میشه و بعد مود درایور تی 5 اکزیکیوت میشه. پس شاید یه نکته اینجا حائز اهمیت باشه اینه که قبل از اینکه دی 5 بخواد انجام بشه بایستی آوتپوت پورتای تی دو آپدیت بشن. خب دلیلش هم اینه که شاید نیاز باشه آوتپوت پورتای این تو مود بعدی نقش بازی بکنه، که نقش بازی میکنه. O6 اگه یادتون بود اینجا اگه نگاه بکنید O5 میرفت به O6، درسته؟ O5 توی مود M توی این شکل O5 مال تسک تی دو بود، درسته؟ پس یعنی خروجی تسک تی دو توی مود بعدی میشه ورودی تسک تی 3. بنابراین من بایستی حواسم باشه که این ولیو رو، چون این هاست چیگه O6 دیگه، O6 پر میشه دیگه، درسته؟ O6 و توی مود سویچ هم میدونم که O5 میره به O6، O5 توسط تسک 2 پر میشد، تو مود سویچ میره تسک O6 و موقعی که T3 اینوک بشه از O6 خونده میشه. برای همین بعد حتما این نکته توی سمنتیکس حائز اهمیت باشه که اجرای T2 کامل صورت بگیره، اینا پر بشن و سپس D5 اجرا بشه. این اولین نکته. حالا موقعی که D5 اجراش انجام میشه مود سوئیچ تمام میشه، فینیش میشه و از اینجا به بعد تمام اکشن ها سمنتیکس تارگت مود یعنی امپریم رو، فارغ از این که امپریم از وسط کار یعنی تو اون 5 میلی ثانیه وارد شده یا اینکه نه ام کامل اجراش تمام شده بود و بعد مود سوئیچ رخ داده، ادامه میدن. و تمام اکشن های ما از اینجا به بعد، یعنی لحظه تو پریم یک به بعد، از اینجا به بعد مطابق سمنتیکس مود ام پریم بایستی صورت بگیره و درایور تسک تی سه اجرا میشه تو تایم تو یک و مقادیرش پر میشه و بعد از اینکه مقادیرش پر شد یعنی لود شد تو توپریم یک اجرای تسک تیسه آغاز میشه. توی توپریم یک که اجرای تسک تیسه انجام بشه
توی تی دو هم اجراش تموم میشه و بعد درایور تی سه دوباره مجدد اجرا میشه و تی سه هم چون 2.5 میلی ثانیه طول میکشه هر بار اجراش، توی این 5 میلی ثانیه اجرا میشه. نکته ای که هست اینه، موقعی که ما به 10 میلی ثانیه میرسیم اجرای مود امپریم رو یک ران در نظر میگیریم و بعد دوباره امپریم اجرا میشه. خب سوالی که مطرح میشه این هستش که مود امپریم 10 میلی ثانیه است و من از 5 میلی ثانیه مود امپریم رو شروع کردم، به نظر میرسه بعد تا 15 میلی ثانیه میرفتم. حالا چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که من 5 میلی ثانیه از لحظه ای که وارد امپریم میشم میرم جلو و اونجا رو، یعنی توی توسعه یا همون 10 میلی ثانیه، پایان امپریم اعلام میکنم و بعد میگم امپریم دوباره بعد راندشو از اول شروع بکنه. دلیلش این T1 است. ببینید این T1 در حال اجرا بود، ما هم از نظر سمانتیکسی نیومدیم بیان بکنیم که F1ی که این T1 داره تو چه زمانی اجرا میشه، به چه صورت اجرا میشه. ممکنه که F1 اجراش مثلا توی یک چنین بازی زمانی تموم بشه. ما مود سویچ کردیم، موقعی که وارد مود امپریم میشیم امپریم میگه من T1 رو باید اینووک بکنم، T1 هنوز اجراش نصفه باقی مونده. سمانتیکس میگه که اون اینووکیشن T1 اینترابت میشه تا T1 کارشو تموم بکنه. T1 5 میلی ثانیه دیگه میخواد که کارشو تموم بکنه، پس من این راند اول امپریم رو 5 میلی ثانیه در نظر میگیرم که T1 اجراش تموم بشه، به پایان برسه. حالا تو این 5 میلی ثانیه هم هر چقدر که میتونم T3 رو اجرا میکنم و بعد از اون چیکار میکنم؟ وارد راند جدید امپریم میشم و حالا اون تسک T1 بر اساس امپریم اجرا میشه و 4 تا هم T3 جلوتر اجرا میشه. این بخش رو توی سمانتیکس خیلی قشنگ میبینید. یعنی ما موقعی که بخش سمانتیکس ریاضیش رو بگیم به صورت فرمال، میبینید که مثلا به صورت فرمال بررسی میشه که زمانی که مود سویچ آکرنسش یعنی اتفاق میفته و میخوایم مود سویچ بکنیم، آیا ما رانینگ تسک از مود قبل داریم یا نه. اگر داریم، فرکانس مود امپریم توی اولین اجرا باید تغییر بکنه و میزانش بر اساس زمان باقی مونده اجرای تسک های دیگه است که یه فرمولی داره که حالا ما اون فرمولو اینجا نمیگیم چون بعد کلی راجع به سمانتیکس ریاضی صحبت بکنیم. اگه یه پارت دیگه ایزاب بکنیم که فقط راجع به سمانتیکس و مباحث فرمولی صحبت کنیم اونجا دقیق راجعش توضیح میدیم، ولی اینجا چون یه دونه تسک بود که وسطش اینتراپ خورد و این تسک 5 میلی ثانیه دیگه نیاز داشت، پما تسک امپریم رو برای بار اول 5 میلی ثانیه اجرا می‌کنیم و از بارهای بعد همون 10 میلی ثانیه اجرا میشه. اگرم مود سویچ اینجا رخ میداد که خب یعنی سر 10 میلی ثانیه رخ میداد، خب اون موقع ما هیچ تسکی نداشتیم که وسط اجراش بوده باشه، همه تسک‌ها اجراشون رو کامل کرده بودن، مود جدید هم توی اون بازه زمانی 10 ثانیه خودش از همون ابتدا شروع به کار میکرد. خب ما ارائه‌مون روی جیوتو به صورت اینفورمال تمام شد و سعی کردیم که جیوتو رو با حالا مثال‌ها و اون کانسپت‌هاش بگیم. از اینجا به بعد هم اگر بخوایم ارائه بدیم بعد به صورت فرمال راجع به جیوتو صحبت بکنیم، سینتکسش رو به زبان فرمال بگیم، بعد سمانتیکسش رو و اون دایرکتیو های کامپایلرش رو که دیگه اگر حالا لازم بود توی یک ویدئوی دیگه حتما این مباحث رو هم خواهیم گفت. ممنون از اینکه گوش دادید، خدا نگهدار.